اقدامات اخیر دولت آمریکا در لغو ویزا و سخافت و در بینش و رفتار آنان را بیشتر نشان داد. البته این حادثه از طرفی حراس این دولت را ظاهر نمود که از سایه خود هم می‌ترسند و هم روحیه خشن نجات پرستانه آنان را که پشت ظاهر عوام فریبانه دموکراسی خواهی و حقوق بشر پنهان شده است، وگرنه کشوری که از قدرت امنیتی برخوردار باشد با دلهره و اضطراب و حراس چنین تصمیماتی نمی گیرد. مخصوصا ذکر نام ایران در این میان، آن هم به بهانه نگرانی از اقدامات تروریستی، به شوخی شباهت بیشتری دارد. بر کسی پوشیده نیست که ایران یک تنه در مقابل تروریست ها در سالهای گذشته ایستاد و بعدها برخی کشورها به این جریان پیوستند، آن هم در مقابل تروریست هایی که مسئولان آمریکایی، مخصوصا یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری اخیر آمریکا که قبلا وزیر خارجه آن کشور بود، با صراحت اعلام کرد ما داعش را به وجود آوردیم. لذا دولت آمریکا امروز دچار پدیده حراس از خود و سوء تفاهم با خود شده است. موضع هنرمند گرامی ما در تحریم حضور در جشنواره هنری آمریکا نمونه ای از غیرت ملی ملت ایران است. دولت آمریکا باید از این نمونه درس بگیرد که در مقابل یک ملت بزرگ و ریشه‌دار و متمدن قرار دارد و این گونه اقدامات عجولانه و نارس بیش از آن که قدرت آنان را نشان دهد، حراس آنان و ضعف آنان را هویدا می کند. وانگهی فلش مبارزه با تروریسم آنان را برملا می کند که عملی مکارانه است، وگرنه بعید است آنان ندانند مصدر اصلی تروریست ها کجاست. ایران کشوری امن و متکی بر خود است و برخلاف روش نااهلانه آمریکا زمینه مراودات اجتماعی را بین ملل به خوبی فراهم می کند و بر اساس ارزش‌های اسلامی از همزیستی مسالمت‌آمیز همه ملل با عقاید گوناگون حمایت می کند و در مبارزه با تروریسم نیز راسخ است و دوچار بازیگری های کودکانه برخی از کشورها نمی شود. و السلام علیکم و رحمت الله.